اصلاً نمیای خونه مود. این فازش چیه؟ این احتمالاً عادت نداره. نه کوبرا جان، هنوز تموم نشد. را نه من کوبرا. صدا میشه لطفا منو تنها بذاری؟ باشه، شب خوبی بود، صحبت خوبی هم بود، اما کافی بود دیگه. تو زندگی من یکی هست، یعنی بود، یا این که هنوزم هست، نمیدونم. نمیدونم. از اون بر که رد می شد یهو دیدم جلوم ظاهر شد. بکش کنار. آیاز صدا، مگه من نگفتم بهت برو؟ شیما
من ترسو، من همیشه از این که ترد بشم، از این که نفر دوم باشم، از بی پولی ترسیدم، از هرچی هم که ترسیدم سرم اومده، تقصیر خودم بود. آخرین بار بازم ترسیدم، به خاطر از دست دادن تو ترسیدم، بازم از چیزی که ترسیدم سرم اومد، بازم تقصیر خودم بود. من بهت دروغ گفتم، اونم نه یه بار بلکه بارها، ولی برای از دست ندادنت، برای هر دومون، چون میدونستم منو جوری که هستم و با گذشتم قبول نمی کنی. هیچکی این کارو نمی کنه. تو یه دختر پاک و ساده میخواستی، مثل اویکو، ولی من مثل اویکو نیستم. من با مردای زیادی بودم، برای اینکه پول دار بودن، برای اینکه تنها نمونم. من نمیتونم گذشتم و از بین ببرم، ولی بعد شناخت تو تغییر کردم. من بهت خیانت نکردم، من عاشقتم و الانم از عشقم میترسم. اینا رو نمیگم که منو ببخشی، چون دیگه برات وجود ندارم. میخوام ازم به خوبی یاد کنی. چته؟ چی میخوای اویکو؟ مگم برو. اوه، چرا متوجه نمیشی؟ دارم سعی میکنم ازت فاصله بگیرم، لطفا برو. هیچ جا نمیرم، باید به حرفام گوش بدی. تا الان همش تو حرف زدی، من سکوت کردم، الان تو باید به من گوش بدی. حال روزمو ببین، خیس آبم. اینا همش به خاطر توه، چون من با تمام وجودم عاشق. یه لحظه وایسا، من یه چیزی نوشته بودم. آه، توف به این شانس. خب چی کار کنم؟ مجبورم از حفظ بگم، کاری نمیشه کرد.
چسبیدی به هم مثل کنه، اگه بگم بریم نمیری که. اسم توه آیاز عوضی، مثل باد کنک عزله داریم. Yanında hep birileri, Kübra Alev gibileri. Uyuz Ayaz senin adın, huyların hep öküz gibi. Ama taksi kapısında ellerimiz değdi orada. Kalbim küt küt atarken dedim bir şey var bu adamda. Yıldızların altında tek bir dileğim vardı aslında. Kalbim pır pır atarken seni diledim ben o anda. Başımın belasısın, ah başımın tatlı belasısın. İtiraf ediyorum, Uyuz Ayaz kahramanımsın. Sen benim eksik yanımsın ve sen iyi ki varsın. İtiraf ediyorum, Uyuz Ayaz sen. تو شکوندم، تو هر کاری از دستت برمی اومد کردی، ولی من فرار کردم و سکوت کردم. حالا فهمیدم بدون تو نمیتونم. فهمیدم که دارم یه چیز قشنگو از دست میدم. برای این که به دستش بیارم هر کاری از دستم بر بیاد میکنم. حالا میبینی آیاز، به من یه شانس دیگه میدی؟ همه نیشگونش گرفتیم هنوز بیدار نشده. آبجی، آیکو زنده است، نگران نباشیم. آبجی پاشو دیگه. چه ربطی داره؟ یه چیزی گفت، یه بار دیگه بگو. عضلات مثل بادکنکن. بادکنک، بادکنک میخواد. آی بس دیگه، نمیتونم تحمل کنم. آیکو آیکو پاشو ببینم، زود باش. ای بابا این چه وضعشه، زود باش پاشو ببینم. چی شده؟ من کجام؟ مردی عزیزم، تو بهشتی. حوریه یک، حوریه دو، اینم نوریه یک. سرم داره میترکه. ببین تو این سنت به چه روزی افتادی.
مامان چطوری شده؟ من هیچی یادم نمیاد، اصلا کی اومدم اینجا؟ یعنی چی؟ واقعا یادت نمیاد؟ آخرین چیزی که یادم اینه که از آیازی سوال پرسیدم، بعدشم آهنگ خوندم، بقیهشو یادم نمیاد. آفرین دخترم، آفرین، خیلی خوبه، همینطوری ادامه بده، واقعا بهت میاد. یعنی تو واقعا یادت نمیاد دیشب پایین خونه چی کار کردی؟ پایین خونه؟ وای، ولم کنید، پیاده نمیشم. اوی کوچون، تو به اندازه کافی خورده بودی، دیگه چرا بیشتر میخوری؟ یالا دیگه بیا پایین. حالا که انقدر میخوای بری پس برو دیگه، ما شب و صبح میکنیم اگه نه. سرد و خشک. سرد و خشک چیه؟ به من میگه، منظورش آیاز. اوف، مرو دیگه، مو قرمز. فکر کردی ندیدم؟ دو ساعت داری تو آینه آیازو دید میزنی. فکر کردی من آیازو بهت میدم؟ نمیدم، مال منه. آی اوی کو، چی داری میگی؟ اوی کو زود باش دیگه، الان محله رو بیدار میکنه، یکی میبینه. مگه من محتاج ماشین تو هم؟ سقفشم باز کردی، داری کلاس میذاری برای من. زود باش بیا بوست کنم، بای بای بشه. بای کو، بای بای کن. اینو کم داشتی. وای اوی کو، خواهش میکنم ازت، دیگه بیشتر از این سختش نکن. ولم کنین، ولم کنین، پیاده نمیشم. اهل محل، پیاده نمیشم. چی؟ خواهش میکنم بگید من این کارا رو نکردم، خواهش میکنم. متاسفانه عزیزم، همش حقیقت داره. خیلی معذرت میخوام مامان. تو منم یادت نمیاد ها؟ یادت نمیاد منو با لباس خواب کشوندی پایین تا بیارمت بالا جونم در اومد؟ ناز زیادی عشقو از بین میبره، مگه تو دختری؟ شت، وای خجالت کشیدی. وای اوی کو، این چه وضعشه؟ بیا بریم خونه ببینم، بیا بریم تو، بیا بیا ببینم. بودو بودو بودو، این زنه کیه؟ شت، زن بلم کن. اوی کو، خاله مرا، تو رو خدا ببخشید، ما نفهمیدیم که چطور اینجوری. ما فهمیدیم که الکل براش خیلی ضرر داره. بچه ای من اینطور چیزا رو از کجا بدونه؟ بیا عزیزم، بیا مامان، بیا دیگه، بریم خونه. منو ویل کن، راحتم بذار ببینم. زن، من میخوام تازه به کرالکند خدافزی کنم، اصلا اون خیلی کار داره، قرار دنیا رو نجات بده، مگه نه سوپرمن؟ باشه هوی کجون، باشه، شبت بخیر دیگه. دیگه میتونی پرواز کنی سوپرمن، آزادی. زود باش، برو برو تو. خیلی معذرت میخوام مامان، واقعا ببخشید، خیلی معذرت میخوام. قول میدم که دیگه نخورم، قول میدم که دیگه به الکل لب نزنم، حتی نباید الکل طبی هم بکنی. من الکل طبی نمیخورم که مامان جون. الکل طبی چی اصلا؟ الکل طبی رو کی ساخته؟ چه چیز افتضاحیه؟ اصلا خیلی بده، من خوشم نمیاد، ازش متنفرم. نشیما، البته اویکو نسبت به الکل طبی تیک داره. مامان من واقعا نسبت به الکل طبی تیک دارم، واقعا الکل طبی رو که میبینم اینطوری میشم، اینطوری اینطوری اینطوری. باشه من باید برم، ولم کن. باشه مامان جون، هر جایی که بخوای میتونی بری، چون که تو مادری. در ضمن من هر جا مامانمو ببینم فراموشش نمیکنم، یادمه. این فیلم ها رو برای من در نیار، در ضمن مجازاتت هم بدم بهت میدم دختر جون. بگو ظرف بشور، لباس بشور، غذا بپز، تمیزکاری کن، خریدارو بکن، برقکاری کن، آب بخر، نون بخر، هر کاری بگی با جون و دل میکنم مامان جون. مامان کجا میری؟ میرم خواهرتو به ستاد مبارزه با الکل معرفی کنم. به هر حال من دارم میرم الان، بعدن در مورد این موضوع حرف میزنیم، این موضوع تموم نشده. به روی چشم مامان جون. بعد
میخندی؟ شما چقدر میخندید؟ من موندم شما چقدر چیز دارید واسه خندیدن؟ در زمین چیز خنده داری نیست. آره همه گریه کنن. آره آبجی. بگو آبجی جونم. آبجی به منم یادت نمیاد چی گفتی؟ نه عزیزم، آبجیت احمق شده، هیچی یادش نمیاد. آی 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 آی، بزرگ شده داداش کوچولوی من. میگو ببینم داداشی چند سالت شده دقیقا؟ کسی رو داری؟ تو الان حتما چشچرونی هم میکنی، کی میدونه چقدر دل میشکنی، ولی به هیچ کدوممون نمیگی. مگه نه داداشی؟ آبجی چی کار میکنی؟ اوف اوف، من میرم تو اتاقم. نرو وایسا با هم حرف بزنیم، همش تقصیر اون آیز عوضیه. کار دیر شده. خیلی خوب، آروم باش، من حرف زدم، گفتم بیرون کار میکنیم. مگه عزلم خانم همینو نگفته بود؟ آره درسته گفته بود. دستت درد نکنه، کار خوبی کرده شیما. باید کار کنیم. آره عزیزم الان کار میکنیم. باید خیلی کار کنیم شیما. باشه پس ما هم زیاد کار میکنیم. خیلی 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 باید کار کنیم. باشه ما هم خیلی 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 کار میکنیم. آیاز بهم چی گفت؟ نفهمیدم در مورد چی. وای اویکو، از دست تو سرم گیج رفتا. من دیشب یه چیزی از آیاز پرسیدم، گفتم یه شانس دیگه به هم میدی؟ اون چی گفت؟ من چه میدونم چی گفته؟ برجو حتما میدونه. تلفنم کجاست؟ برجو میدونه، بهش زنگ بزن. الو برجو، سری باید پاشی بیا اینجا. باشه حتما. او آقا مته. آقا مته خیلی خستن، اصلا هم حال ندارم. والا کاری هست بگو، وگرنه من میرم شریک. مگه میشه کار نباشه؟ کار همیشه هست. ولی تو چته؟ میدونی که پشیمونی بعد از پارتی چیه؟ خوب میدونم. نه ها، به خاطر همونه. الان توی خونه یه گردان نظافت چی هست. تو چطوری؟ چطوری به نظر میام؟ خوشحال اعصاب خورد کن. دقیقا همینه، درست حد زدی. چی شده؟ بالاخره به اویکو خانم رسیدی شما؟ نه هنوز، ولی بالاخره عقلش سر جاش اومده. ببینم رس... خب میگفتی بیرون همو میدیدیم بهتر نبود آی کجو؟ آره با تلفن کارتون رو حل میکردیم. آی بابا ببینین، باید این چیزا رو بذاریم کنار، چون که مشکلات مهمتری داریم. باید بفهمیم رابطه اویکو و آیاز به کجا میرسه. خیلی وقت موضوعمون همینه، خیلی خسته کننده شد. خسته کننده تویی؟ آره خب داری پوز میدی چون امره رو بوسیدی. اوها تو که اصلا حرف نزن. خب چون دو روز از مته جدا شدی برای من قیافه گرفتی. شما که آشتی میکنی، من میدونم، تو هم میدونی رابطه شماها سر جاشه، محفوظه. رابطه من کجاست؟
وای دیگه خسته شدم از این حرفات. خب برو جلوش وایسا، راحت حرفتو بهش بزن، بگو من تو رو میخوام. آره خب انگار آسونه. البته این کارم کردم، حتی این کارم کردم. آره رفتم جلوش وایسادم، برای شعر خوندم، ولی یادم نمیاد که چه جوابی داده. یعنی حتما تو یه چیزی میدونی نه؟ آخه خب من از کجا بدونم؟ پرنده ها میان به هم میگن. بهت نگفتن؟ نگفتن عزیزم. ای پس رابطمون الان چیه؟ خب اگه گفته باشه باشه، معشوقه ایم. اگه هم گفته نه، هنوز دوستیم. من از کجا بفهمم؟ خب برو بپرس بپرس. ای بابا من چطوری ازش بپرسم؟ چطوری بگم یادم نمیاد باز منو ول کنه بذاره بره؟ پس فهمیدن این فقط یه راه داره. آه خانم بزرگ باز حرف زد. محکمه آیاز؟ نه خیر. تست مناسب بودن آیاز؟ اون تستو که قبول شد. آها. با هم برید سینما، اونجا میفهمین که عاشقته یا نه. آه راستش فکر بدی هم نیست. نه بابا، یعنی تو سینما به آیاز دقت کن، رفتارش رو ببین. مثلا وقتی دیدیش اگه از لب بوسیده دوستید، اگه از لب بوسید معشوقید. مثلا غذا که خوردین اگه محترمانه حساب کرد احتمالا معشوقید. وقتی که میرید سینما میخواین فیلمو انتخاب کنید؟ آه اگه فیلم اکشن انتخاب کرد که هیچ. اگه فیلم عاشقونه باشه مبارکه. دستشو بگیر. آه اگه بگیره حالی؟ نگیره نمیشه. بگو عشقا، نگات کنه مال توه. نگات نکنه اصلا مال تو نیست. بگو میرم دستشوی. اگه همراهیت کرد و با تو اومد یعنی این که معشوقه ای. آه اگه گفت باشه من اینجا منتظر میمونم یعنی گاوه. هرچی باشه تا دستشویی که باید بیاد مگه نه؟ آره خب به نظرم باید همراهی کنه، اگه نکنه گاوه گاوه. یا اینکه بیخیال همه ایناشو، فقط تو چشماش نگاه کن، اگه تو چشماش میخنده یعنی که دوستت داره، دقیقا مثل خودت. شری، این پرونده استادیوم کجاست؟ شیما؟ شیما چی شده؟ چیزی نشده، داشتی به اون فکر میکردی نه؟ جوری تو فکری که حتی نمیشنوی. اوضاع چطوره؟ همونطوریه که میبینی. بعد دیشب حرف زدی؟ حرف زدیم، البته اون حرف زد و من گوش دادم. یعنی چی؟ والا حسابی حرف زد شریک، حرفایی که معمولا نمیخوام بشنوم، حتی از شنیدنشون متنفرم، ولی حیرت زده شدم. تو زندگیم زنی که به این محکمی باشه ندیده بودم. خب چه حرفی زدین؟ یعنی چی گفت؟ بیشتر از گذشتش گفت، با اینکه دیر شده ولی بالاخره همه چی رو تعریف کرد. صادق بود، حتی انقدر راست میگفت که من به راستگویی خودم هم شک کردم. میدونی شیما متوجه همه چی هستش، این که من چه فکر میکنم، چه حسی دارم، تو سرم چی هست، همه رو میدونم. متعجبم شیما واقعا زن قویه شریک. خب پس چه فکر میکنی؟ نمیدونم چه فکر میکنم، یعنی نمیتونم روی کار و زندگی و هیچی متمرکز بشم. برو داداش. میگم برو خونه من استراحت کن، منم شب میام با هم فوتبال میبینیم، صحبت میکنم، حرف میزنم. نه شریک، یا نمه کار هست، نمیتونی که دستم. میتی برو. دمت گرم. کلید داری دیگه؟ آره آره. تو برو استراحت کن، منم کارا رو میکنم. باش میبینم. خب دیگه من دارم میرم، حرفاتونو با دقت انجام میدم، خودو کنه خرابکاری نکنم. نه عزیزم تو خرابکاری نمی کنی،
خب باشه، اصلا استرس نگیر. برجو چرت و پرت نگو، به یکی که استرس داره بگی استرس نگیر. خیلی خوب باشه، میدونم، ولی بازم تو سعی کن آروم باشی. خوب باشه، ریلکس. بلو، من تو کنکورم این همه استرس نداشتم. از سوالایی که نمیدونی رد شو. خب بعد برمیگردی و حلشون میکنی. من خیلی اشتباه کردم، الانم تمام اشتباهاتم با هم دارن آیازو ازم میگیرن. یه چیزی به اسم پاکون هست. خب تو هم پاکون رو از اول شروع کن. باشه، من دارم میرم، شما نمیاید؟ خب معلومه که میایم، تو خونه بشینیم چیکار؟ به نظرم من و برجو یه ذره با هم حرف بزنیم، میشه؟ میشه میشه، شما ها بمونی، من میرم، خدافظ. برجو لطفاً. بفرمایید. بلندپایار؟ بله منم. جلوی محل کار مارال با هم آشنا شدیم. من صاحبخونه‌شم. ضمانتشو کرده بودید. من منتظرم که بدهیشو بده، ولی انگار مارال قصد نداره پرداخت کنه. که اینطور، من باش حرف میزنم. والا من دیگه نمیتونم تحمل کنم. حکم تخلیه رو گرفتم، گفتم خبر بدید. خانم یه لحظه صبر کنید. میشه یه راه حل دیگه پیدا کرد؟ واقعا دیگه خسته شدم. چطوری حلش میکنید؟ من یه فکری دارم. حق با تو بود. من اشتباه بزرگی کردم. نباید میرفتم تو اتاق مادرت. به هم هشدار داده بودی. یعنی میدونم که باور نمی کنی، ولی من بازم میخوام بگم که هر اشتباهی که کردم از روی بدیم نکردم برچو. یعنی من آدم بدی نیستم، واقعا میگم. بعدم هر آدمی اشتباه میکنه، من فقط یه ذره زیادی اشتباه میکنم، برای همینم متر از دست دادم. آره میتونم، میتونم متوجه این شدم که برگشت. این حرفامو اعتراف در نظر بگیر، انتظار ندارم منو ببخشی. به احتمال زیاد منو مت دیگه رابطه ای نداریم، یعنی از زندگیتون میرم بیرون. معذرت میخوام، واقعا نمیخواستم ناراحتتون کنم، نمیخواستم که اینطوری بشه. باشه.